سلام به تک تک دوستای گل خودمون خیلی مخلصه مهدار هستم اومدم قسمت دوم کاریابی و گرفتن اونجا به بالای ست رو بهتون یاد بدم بچه ها خب بچه ها همون جوری که تو قسمت اول بهتون گفتم قسمت اول مقدمات اولیه بود که حالا چون مده استرالیا چه تازه چه الان اینجا هستین بچه ها کاری که میکنن اصولا اینترویو ها برای جوای قیمت بالا سه الا چهار مرحله هست شما اولین مرحله مثلا مدیر خودتون رو میبینید بعد مثلا مدیر مدیرتون با چهار منیجر رو میبینید و اگه بعض وقتا نیاز باشه مثلا نستاد به پوزیشن همون مثلا دو الا سه تا اینترویو کافیه ولی بعض وقتا نه مثلا چهار تا اینترویو هم میکشه بچه خب اولین کاری که شما برای اینترویو میکنین بچه ها باید اون حضورتون رو داشته باشین یعنی و از وقت که شما وارد اون مرحله ریکروتینگ میشه و استخدام میشه به هیچ وجه بج... لینکدینتون رو تغییر ندید نه سابقه ای اضاف بکنی نه سابقه ای کم بکنی نه جمله ای کن جمله کم بکن چون میگن نه این این داره دستکاری میکنه از هر این نکته اول بچه ها. نکته دوم از من میشنوید از موقعی که وارد روند استخدام میشه فعالیتتون رو لینکدین دو برابر بکنید یعنی هی برید زیر های مختلف لایک کنین کامنت بذارید پست مرتبط شیر بکنید رو لینکدین تو عکس پت و دختر و پسر و فلان و آهنگ داریوش نه نذارید مقاله های فلان مثلا فلان کمپانی فلان خبر رو زده کارا... چیزهای پروفشنال به کارتون ها شروع کنید شیر کردن حالا بچه ها به بحث اینترویو به شما گفتن مثلا هفته دیگه اینترویو دارید بچه ها شما از زمان که بهتون میگم مثلا چند روز دیگه اینترویو دارید این چهار تا نکته رو باید حتما انجام بدید یک کمپانی را کامل ریسرچ بکنید یعنی حتی اگه اکانت لینکدین دارن برید ببینید اعضای کمپانی به شخص سی او کیه، هچار منیجر کیه، حتی خود طرف که باشه اینترویو میکنی منیجره که سابقه رو بخونی چند سال تو اون کمپانی پوزیشناش چی بوده کاراش چی بوده و چی زمین فعالیت داشته که بدونی ای تو اینترویو باید با چی در موردش صحبت بکنید نکته دوم اینه که آم باید در مورد اون پوزیشن فکر بکنی بچه یعنی خودتون رو بزنید تو اون مقام بگین که خب الان مثلا من دارم برای پوزیشن مثلا حالا چی دارم اقدام میکنم اگر من وارد این پوزیشن بشم چه چالش خب خود؟ خودم خدا میشناسم چه چالش ممکن داشته باشم خب و چه سال ممکن ازم بپرسن و که نتونم جا چه چالش اونها رو براش آماده بکنه خودتون رو یعنی بدونی که حتما در مورد رزومه تو ازتون میپرسن یعنی بدونی که در مورد پوزیشن میپرسن خب ببینن چه قدم در پوزیشن اطلاعات داره مثلا اگر شما مهندسی در مورد صد ساز اقدام کردن چون خیلی از این کار کانستراکشن دولتی است خیلی هم خوب بود برای بچه‌ها مهندسی آ خب بگه کار من چیه مثلا یکی از مشکلات شما شما که من تازه آمدم استرالیا نمیتونم با کالچر اینا اکتیو بشم دیگه چیک با کالچر اینا کارم چی کار بکنم بشین بچه همون چند هی مثلا رو یوتیوب فیلم های استرالیایی ببینید ام... های اوزی ببینید تا بدون خود خب با کالچرشون با لنگویجشون اینا ارتباط برقرار بکنید و بچه یه بحث دیگه رزومه است بر, رزوم بر رزوم سی تا پیاز بلد باشید آقا پروژه که کار کردین زمانا تاریخا نکه توتیوارا قشنگ بدونید که مثلا چی کار کردین و بچه یه چیز دیگه باید حتماً تو قبل از که وارد اون اینترویو میشی به این فکر کرده باشید که آقا شما به چه علتی دارید وارد این کمپانی میشی و اینا حتما بهشون بگین بگی مثلا وقتی من به علتی که میخوام وارد کمپانی شما بشم چون همیشه آرزو ام وارد کمپانی شما بشم چون من هر جا وارد میشونم اسم کمپانی شما بود یا هر جا که رو لینکدین خبر میدم کمپانی شما یا شما که از کمپانی شما که از بزرگترین ناس بهترین فلان یا فلان کمپانی شما مثلا استارتاپه ولی داره فلان پروژه خفنی رو کار میکنه که اصلا من فکر میکنم دنیا میتره کنه و یه کریر پلن داشته باشی بگید که بچه مثلا من اگه میخوام وارد این شوق بشم میخوام الان از این پوزیشن شروع کنم و بعد به این پوزیشن برسم به این کریر پوزیشن یعنی این چهار تا نکته رو باید داشته باشید یکی باید کمپانی ریسرش کرده باشین دو اینکه باید خودتون رو آماده کرده باشین برای حالا چالش ها چالش ها سه رزومتون رو کامل وارد باشه و چهار یک کوریر پلن کاری داشته باشه که آقا مثلا چه شکلی میخوان توی این کمپانی رشد بکنه. بچه ها الان اینترویو ها به دو صورت انجام میشه یک به صورت حضوری یک به صورت آنلاین اولش حضوری رو میگم بعد آنلاین خب حضوری بچه ها خیلی مهمه لباستون یعنی پانشید الان اگه من نشستم جلو شما دارم خیلی کژوال دارم ویدیو میگم هودی پوشیدم با این در دار این سر اینترویو میدونم خیلی ها میدونید ولی خب رو قشنگ تر تمیز ریشا رو زده عطر زده کچروار کروات خوشتیپ کفش شو کرده و بچه ها ساعت واقعا ساعت برای شما مثلا یه پیس فشن میدونن حالا حتی سمارت واج چرا؟ چون اگه کسی که ساعت دستشه میدونه که طرف وخشناسه طرف همیشه آن تایم تایم برای شما هی چک میکنه هی خودش تو زمان چک میکنه یعنی اینو یه نکته خیلی ریزه که رو اون جابای بالای ساعت دقت میکنه و بچه ها یه نکته دیگه که برای توی اینتروی حضوری باید دقت بکنین باید خودتون آینه مقابل باشید مثلا طرف گرم شما هم گرم باشید طرف سرد شما هم سرد باشید مثلا طرف نشسته دستش جلوش اینجوریه شما دست جلوش اینجوری باشه هیچ وقت بچا کراس نکنید این کراس حالت گارد گرفتن هیچ وقت گارد نگیرید اگر طرف برای شما بسته نگه داشته دستش شما هم تا دستتون اینجوری میبندین جلوتون نگه میدارید همیشه یه بادی لنگویج اوپنی بگیرید و بری ولی میرور بکنید طرف اگه میخنده بخندید حتی اگه جوکشم نفهمیدید نفهمید بخندید این میرور کردن خیلی ممکن که ارتباط اول برقرار کنید و بچه ها همیشه توی اینترویو سعی کنید دو تا گوش باشید یک زبان یعنی حتی نکته هم میگم مثلا یه سوال از شما پرسید این یه تکنیک ها مثلا میگی که میگه فلان چیز فلان چیز فلان چیز خب بعد شما دور هم سایت خب منظور وقتی که میگه فلان چیز منظور اینه خب بچه ها که گفتم بهتون مثلا یه سوال ازتون میپرسن اون سوال به نحوه دیگه برشون تکرار کنین چرا؟ چون این بهشون نشون میده که داری گوش میده مثلا میگه که وقتی تو فلان پروژه کار میکردی فلان کارم میکردی بعد بهش میگه خب منظور از فلان کار چیه دقیقا مثلا فلان چیزه این طرف داری میفهمه که شما داری گوش میده خب این سه تا نکته بود که برای اینترویو فیس تو فیس داشتم میگفتم ولی خب حالا برای آنلاین خب دوره برای اینترویو آنلاین بچه ها همین مراحله ولی خب یکم ریلکس تر خب برای اینترویو حتما باید لباس مرتب قشنگ ریش زده مو مرتب کت همه چی پوشیده باشه بعد بچه ها برای آنلاین خیلی مهمه که توی محیط باشید که آروم باشه سر و صدا نیاد اگر که ناخواد دارن ساختم و سازه میکنن در پنجره ببندی ببینید حتما محیط نور کافی داشته باشه قبلش هم بچه سیستم کامپیوترتون تست بکنید کمرا کار میکنه اودیو کار میکنه هدستتون کار میکنه اگر بچه ای چیز داریم مثلا به محیطی که اونا نباشن و اونجا سر و صدایی نباشه که بخواد اتفاق بیفته خب این از اتیکت اول خب. مسابقه شما بچه ها مسابقه میرید خب سوال ها متفاوته برای هر مصاحبه ولی در یه هیته میچرخه اولین چیزی که از شما خان تو مصاحبه پرسم اینه که شما آیا نسبت به اون کمپانی و نسبت به اون جابی که داری اپلای میکنی شناخت کافی داری یعنی میدونی داری چی وارد چی میشی یعنی میدونن میدونن خواهم برسن می وارد چه کمپانی داری میشی میدونن وارد چه رشته داری وارد چه شغلی میشه اینا میخوان بدونن که چی هست بچه ها بحث دیگه ای که میخوان روش خیلی فوکس میکنن attention to details یعنی به اون جزئیات رو میخوان از شما بپرسن برای همینه که مثلا ریز میشن تو رزومتون خب مثلا میگن پروژه که کار میکردی رو نکات ریزش هی میخوان اون تو دیتیلز شما بده که مثلا چقدر توجه داشتیم به اون نکات چقدر تمرکز و توجهتون رو, توجه تو رو پروژه که انجام دادید زیاد بده حالا تو هر زمینه ای که بودی یه بحث دیگه پرابلم سالوینگ هست میخوام ببینم تو اون رشته کاری که شما انجام دادی حالا چه داخل استرالیا چه خارج از استرالیا چقدر شما پرابلم سالوینگ اکتیویتیز داشتید خب بچه این پرابلم سالوینگ قدرت توانایی حل مشکلات خیلی برای شما مهمه یعنی مثلا میان ازتون می تو ببخشید <تصفح> میگن خب یه سری از اون مثلا کارهای سختی که انجام بند میدادی و مثلا Uh, یه سری کارهایی که مثلا یه, یه مشکلی تو بیزنس تو اون پروژه برامون توضیح بده و راهله که تو برای حلشتم مثلا اگه برنامه مثلا فلان اتفاق افتاد داشه فلان سافر رو می کردیم به فلان ارور کدینگ رسیدیم و مثلا من اومدم مثلا کلا جنبه تاکتیک رو عوض کردم از نگاه دیگه رفت تو کانسکشنی آقا بتون ریزی میکردیم نمیگرفت فلان نمیشد فلان میشد یا مثلا پروژه عقب بود هر پروژه که کار کردن بچه ها یک سری پرابلم هایی که توش بوده خب و هر کار یادتون اگرم ندارید از دوستاتون بپرسید بگه علی حسن حسین مریم شکوفه فلانی اونی که تو این کار کار کردی و مثلا شده مشکلی داشته باشه چه شکلی حلش کردید خب یعنی اینا رو حتما میخوان که بدونید و اینا رو باید بدونید و بتونید براشون توصیف بچه‌ها یه بحث دیگه براشون تو اورال تو گفتار تو حرف گفتاری و نوشتاری یعنی خب تا هم ایمیل هایی که براشون میدید و میبینن خب مثلا چکتون میکنن رو لینکدینتون رو رزومت رو ایمیل هایی که با هم از قبل دارین تا اینترویو رو بگیرین و این حرفا نوشتاری شما رو چک میکنن بعد توی اینترویو گفتار شما رو میبینن که چقدر به زبان انگلیسی شما مسلط هست چون خیلی مهمه بچه ها واقعا حتی شما اگه تو سلز هم باشین یه جایی باشین 60 تا 70 تا 80 تا اگر نتونید صحبت بکنید و نتونید حرف بزنید و تو واقعا کار بهتون نمیدن ممکنه طرف سه ما بگیرت قبل از پروبیشن شما را عرضه تا بخواد خب این یکی دیگه که اون بحث زبان و نوشتن و گفتاری هست یه بحث دیگه بچه برای اینترویو ریزالت اورینتیشن طرف میخواد ببینه شما چقدر گل اورینتدی چون همیشه میخواد ببینه شما ما آدمی بودی که مثلا پنجه از که میشد کامپیوتر خاموش میکرده میرفتیم یا وای کارت تموم میکردی یعنی آدمی بودی که تو میمدی مثلا کاری کرده کسی بودی که حتما حتما روی اون ددلاین کار رو تحویل بدی و همیشه تا کارت تموم نشده کارت رو تموم نکنی یعنی به وقت نیستی اینا رو نگاه میکنن چون میدونی که بچه بعض وقتا تو هر شغلی وقتی کریتیکال وجود نمیسته که شما مثلا ممکنه شما تا پنج از سر کارید ولی یه وقته مثلا تا هفت درگیر باشه تا هشت درگیر باشی یا مثلا بچه که پزشکن خوبه ای مثلا بیمار میاد یا حالا مهندسی هر چیزی فرقی نداره اینو میخوام بدونم که شما چقدر ریزات اورینتد هستی شما چقدر به اون جنبه بیشتر توجه میکنید زمان که بگی که آقا نه الان دیگه ساعت 5 من دیگه باید برم خونه دیگه واسه کار خب و بحث دیگه که بچه خیلی بهش کمک میکنن کار گروهی و اون فعالیت های فردی هست یعنی خب بنام شما چقدر با تیم خوب علاینی و چقدر تو کار گروهی خوب کار میکنی و چقدر مثلا یه تیم پلیر هستی اگه توی گروه قرار بگیری نه تنها با همه اون اون وظیفه خودت انجام میدی با بقیه هم در ارتباط و در تماسی و این خیلی مهمه بچه تو پروژه ها ازتون میپرسن و حتما اگزمپل داشته باشید که اگه آقا نه تنها من مثلا به کار خودم کردم به افراد دیگه هم کمک میکردم تو این زمینه که بخوان تو این زمینه ها کارشو جلوتر پیش برا همه چی با همدیگه انجام میشده و خیلی براش مهمه بچه ها این نکات ها و سوال در این محدوده میچرخه ببین بچه مثلا ما هزار شغل داریم ممکنه ده هزار سوال باشه دیگه ولی بله همش از این هیته خارج نیست یعنی چیزایی که دارم بهتون میگم از این موارد هیچ کدوم خارج نیست یعنی کار گروهی هست فعالیت میان فردی هست اون ریزالت اورینتد بودن شما هست اون اورال اند ریتن کامیکیشن اسکیلز شما هست اون پرابلم سالوینگ ابیلیتی هست و اون اتنشن تو دیتیلز یعنی این پنج قسمت رو میخوان که با شما چک میده تو این قسمت شما رو اسس میکنن تو هر کاری وارد بشین خب بچا بعضی بچه بچا میپرسن که خب برای اینترویو چه وسایلی با خودمون ببرید؟ نه دست خالی برید نه با ساک برید خب بچا همیشه اگر میرید تو اینترویو حضوری حتی آنلاین یه نوت پد و یک مداد یا خودکار کنارتون باشه چرا چون ما طرف این طرف نشون بده که این طرف هم میشه یک اتنشن به دیتیلز داره تو استودنت منتالیتیه اومده اینجا مطالب رو مینویسه و داره نوت برداری میکنه این آدمی که من میخوام این اتشن تو دیتیلز داره بچه ها، یه بحث دیگه هم واقعا این اتیتیویته این خندهه اگر مثلا حضوری داره اینترویو میکنه رفتی تو حتما با همه دست بدید Hello, how are you? دست بدید اگر آنلاین این خیلی Hey, how are you? Nice to meet you all فلا مثلا این اتیتیویت خیلی براشون مهمه بچه اون بحث زمان زمان بندی و اون آنتان بودن مثلا اگر غیر حضوریه خب همیشه ده دقیقه آنلاین باشید آماده باشین و سر همون دقیقه لاگین کنید یعنی وارد اون میتینگ بشید. اگر مثلا غیر حضوری ده دقیقه قبل اونجا نشسته باشین تو لابی یا تو دم ریسپشن دم پذیرش نشسته باشی. و بچه ها یه حرکتی که حرکت آخره و خیلی جواب میده اون و شجاعت شما رو نشون میده اینه که آخر هر اینترویو این سوال بپرسید بگید آیا سوال دیگه شما دارین؟ مثلا همه وقتی که مثلا میگن که دست اند اف دی اینترویو میگن اوکی گود اینجوری نباشید این شجاع داشته باشین بگه خب after all we discussed is there anything else you would like to know is there any other concern do you have any other questions این به طرف نشون میده که بابا طرف خیلی آماده تر از اینا طرف حرفه‌ایه طرف اصلاً چیزی نمیترس طرف نمیخواد در بره این خیلی مهمه که بچه ها شما این را بپرسید و ام خیلی وقتا از شما بعض وقتا هم اونا میان یه تیری که دیگه به شما میزنن خیلی از اینترویو حالا بچه که اینترویو رفتن میدونن بهشون آخر اینترویو طرف میگه که آیا شما سوال دیگه دارید از شما که دارین دنبال کار میگم شما سوال دیگه دارید دار از ما پرسید بچه ها این موقع تلاییه یعنی همه اون اینترویو یه طرف این قسمت این قسمت اصلا بچه ها. تو این قسمت من یه ده نمونه سوال بهتون میگم که این سوال ها تلایه نشون میده طرف اون طرف یک به اون طرفی که داره کار میکنه میگه خب حالا خب بگی آقا بیزر شخصی شما که اینجا داری الان کار میکنی از کار تفی هستی شما بشین مصاحبه گر اصلا یه تاثیر خیر خالق العاده طرف که قطع میکنه بعد از این ده تا سوال بگیم واو این دیگه کی بود هر ده داشتم چون زمانی نیست ده ده پرسته. ولی هر چیز اینطور پس بگو از اینجایی که کار میکنی راضی هستی محیط کار چجوریه بعد بهش بگو که خب به یه آدم جدیدی که اینجا استخدام میشه و آدم که تازه استخدام میشه اصولا اول کار با چیا مثلا چه چالش هایی دارن چه چالش هایی ممکنه داشته باشن خب بعد اصلا هم نترسین عاشق این سوالان بعد بهش خب اگر من اینجا شروع کردم پرایوریتی اولیم چیه مثلا کار اولی که باید بکنم چیه قرام اولی که باید بردارم چیه اینجا بپرسین که شما که دارین استخدام میکنین دنبال چه کرکترهایی هستید برای استخدام تو اون فرد خب یعنی اون فرد باید چه کرکترهایی داشته باشه که شما میتونین استخدامش بکنی خب و بعد ازش بپرسین که توی این کاری که من دارم استخدام میشم موفقیت چه جوری میجر میشه شما چه جوری از چه چه م... چه دارین که بدونین اون آدم موفقه یعنی میگی چیزی که هاوز دی پرفورمنس اند اد کام میجرد این رول خب سوال بعد اینه که چرا داره اصلا در استخدام تو چه کمپانی داره گرو میکنه یا من دارم ریپلیس میکنم یه نفر دیگر رو خیلی اینا سوالای قوی و سوالای حیاتی هستا بعد بعدش واسه میگی که خب کریه پث برای این توی این شغل چه جوریه برای یک نفری چون شما خب اول اینترویو صحبت کردن که آقا که منم کمپانی جون میشم به خاطر اینکه کمپانی بزرگ و فلان و من فکر می کنم میتونم گلوبال بشم میتونم مثلا از شروع کنم گیر بشم و برم بالا و فلان بابا الان واسه میگی خب مثلا شما که الان شنیدین که من حرفم چیه اینجا شما چی آفر میکنی کریر پس اینجا چیه بعد بپرسین که آه, مثلا میتونی یکم از دی تو دی اکتیویتی ها و ریسپانسیبیلیتی که من میتونم داشته باشم تو این شغل برام بگید و بچه ها این این سوالا رو هم نیاز آخر اینترویو بپرسین و میتون تا همون دوران تو همون, همون زمان اینتروی هم بپرسید منظورم اینه که سوال بپرسید اینترویو رو بدون سوال پرسیدن تمام نکنید بعد مثلا بگی که میتونید یکم در مورد کالچر کمپانی صحبت بکنین اون جب... و فضای کمپانی صحبت بکنین بعد اینا بپرسین که شما برای اینکه به یک نفر آفر بدین به چیا فکر میکنید یعنی چیا براتون مهمه که باعث میشه یه نفر توی اینجا موفق بشه یا نه بچه ها این نکات کلی بود که براتون گفتم برای اینکه چه اینترویو رو ایس بکنید عالی بکنید من خودم عملا میتونم بگم بچه من پدشکی تحصیل کردم جاوای مدیریت کله گنده داشتم الان توی دنیای تکنولوژی تکو از این چیزا فعالم و یه جاب رده بالایی دارم مثلا برای گوگل کار کردم کمپانی بزرگ دل HP، پی آی بی ام و حقوقای خیلی خوب میتونم بگم اینترویو نبوده که من بخوام بگیرم برم سراغش و نگرفته باشم و همین الانم هم مثلا به خاطر پروفایل و رزومه که ساختم حالا لینکدینم هفته 4 5 6 تا هم تو داره آفر از جای مختلف تو برام میاد همرا من نه نمیگم فقط بنک میکنم میذارم که خب بچه آخر این ویدیو مصاحبه موفق کاریم میخوام یه تحقیق یا براتون بخونم که این تحقیق مال کمپانی خیلی معروفه که برای کار ها مال گارتنر مجه کارنر هست که گارتنر کمپانی که خیلی از کار استاتیستیک و آماری انجام میده گارتنر اومده از دو هزار مدیرایی که استخدام میکنن سوال پرسیده و یه سری المان رو بهشون گفته گفته توی این سکشن ها به نظرتون کدوم ها خیلی قوی تره و باعث میشه که نفری هایر بکنی و هایر نکنی خب بچه ها توی سوالاتی که کردن ام سیاسه درصد از این 2000 نفر گفتن که ما تو 90 ثانیه اول میفهمیم که طرفی که نوشتوات کنیم میخوام استخدام کنیم یا نکنیم یعنی اون انرژی اتمسفری که باش وارد محیط میشه یا مصاحبه میشه خیلی مهمه 68 درصدشون اومدن گفتن ما آدمایی که با همون آی کانتکت اون ارتباط رو برقرار نکردن و استخدام نمی کنی. در مورد اینی که در مورد اون سطح انرژی و اینی که مثلا چقدر باید طرف پشن نشون بده اون علت مهمه که بهشون بگید که چرا ام، به چه علت اومدید اینجا و به چرا شوق داریم و ذوق داریم که اینجا بیان استخدام بچین 86 درصد گفتن که خب ما این المان خیلی برام مهمه ام، سیاح... در مورد اسمال کردن توی مصاحبه لبخند زدن 38 درصدشون گفتن که ما این لبخند رو مورد توجه قرار میدیم کسی که لبخند میزنن مورد توجه قرار میدیم 21 درصد گفتن آدمایی که مثلا بادی لنگویج بسته ای دارن رو ما استخدام نمیکنیم کنیم و 65 درصدشون شدم گفتن که آدم ها توی اینترویوشون دروغ گفتن و به خاطر که فهمیدن دروغ میگن استخدامشون نکرد بچه توی اینترویو یه چیز بهتون بگم دروغ نگید علکی مثلا یه سوال میپرسن ازتون نمیدونی بگید نمیدونم واقعا خب نمیدونم من یه چیز لرنینگ بهش نگاه کنم مثلا شما رفتین 20 تا سافر آقا حالا یه سافری میگن که اصلا هیچ کم نشته اینا میخواد تو هم نمیپرسن نگید بلدم چون طرف میدونه شاید مثلا سوال الکی میپرسن میگه مثلا حسنا میشناسی اصلا حسن وجود نداره تو میگه آره طرف میونه میگه بابا داری چرت و پرت میگی خب اصلا اگه سناریو این میگم من تالا هم چی سناریو برام اتفاق نیافتاده بگو برای شما اتفاق افتاده میشه کم توضیحین در موردش و یه جوری اونا برگرده به خصوص خود مثلا یه چیزی میپرسن بلد نیستین میگه خب من الان بلد نیستم ولی من میتونم یاد بگیرم خب من اگه ای مشکلی یه چیزی هست من براش راحت بدم میکنم یا میرم تو شرکت دنبال کسی میگردم که توی اون مشکل را داشته باشه و بتونم ازش رو حلش از اون بپرسم همیشه شورا میگیرم همیشه مشورت میگیرم خب بچا چون یه سری استاتیستیک یه سری استاتستیک بود در مورد جاب آفر در مورد اینترویو که بهتون میخواستم بگم که چقدر مهمه اون انرژی که باش وارد میشه علتی که وارد میشه بادی لنگویجتون اینکه آی کانتاکت رو کیپ بکنید و اینی که بچه ها ام، واقعا تو 90 ثانیه اول بتونید اون تاثیر خودتون رو بزنید. خب میگم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. ممنونم که تا انتها تماشا کردین. بچه اگر کانتنت هم براتون مفید حتما با دوستاتون به اشتراک میذاریم ما داریم کانتنت‌ها به رایگان در اختیار قرار دیدیم. قرار می‌دیم نتیجه سالها بیش از یک دهه تجربه من توی دانشگاه‌های اینجا است، توی محیط‌های کاری مختلفه کارهای دولتی و غیره و غیره غیره و امیدوارم که براتون مفید باشه ممنونم که تو این تماشا کردین لایک like, کامنت و سابسکرایب یادتون نره و حتما با دوستاتون به اشتراک بذارین خداحافظ